سبک زندگی مسئولین ما از بالا تا پایین، از حالا تا آخر تا ابد، سبک زندگی امیرالمومنین باید باشه و ما هم دنبال اون بریم. برای اینکه شاهد مثال خدمت شما عرض کنم، من یه زمان 20 سال پیش اول امام جمعه شده بودم، یه ماشینی داشتم همونو حفظ کردم. یه طیف خلاصه اومدن گفتن که ما حتی ماشین رو آتش میزنیم، امام جمعه خودش رانندگی کنه، امام جمعه خودش بره، امام جمعه خودش بیاد. مثلا یه جوی تو مملکت پیش اومده بود و داشتن تو مردم هم دامن میزدن که حتما استاندار باید با یه اشرافیت بره، با اشرافیت بیاد، با یه عده پس برن، یه عده پیش برن، فرماندار همین طور باشه. حتی من امام جمعه که یه طلبه بودم، یه عده ای از خود مردم را میگفتن این شأن امامت جمعه رو داره میاره پایین. یعنی من عملا لمس کردم، گفتم اگه میارم پایین بذار بیارم پایین، اتفاقا ما میخوایم بیاریم پایین، چون یه عده خیلی رفتن بالا. یه 20-30 سال بعد از انقلاب مسئولین زندگیشون را، روششون را، راهشون را از اون چیزی که ارزش‌های اسلامی بود و مسیر علوی بود و مسیر فاطمی بود و مسیر حضرت امام بود جدا کردند و شمال شهری شدند و با فلان وسائل شدند و فرزندانشون حتما راننده داشته باشند و اینطور برند و اونطور بیان. و من افتخار میکنم به شاگردی مقام معظم رهبری. حضرت امام و مقام معظم رهبری در تعریف ارزش‌های انقلاب یک روز از این تعریف ها، از این مسیر کوتاه نیومدن.